تب تند آمریکای لاتین نوشته ای آرتور دوموسلافسکی ترجمه دکتر روشن وزیری از انتشارات نی روایت اول از هاوانا اسم او را میگذارم زت فقط همین نمیتوانم نام خانوادگی و محل و شرایط ملاقاتم را با او برملا کنم زت میگوید فهرست گروه های مخالف کاسترو در برهی به 400 گروه می رسید و در مجموع شامل 20 هزار فعال سیاسی بود. اما در واقعیت فقط حدود سه یا چهار فوقش 5 هزار نفر با فعالیت های مخالف رژیم با کلیساها و کتابخانه های مستقل سر و کار داشتند. بعضی از گروه ها غیر قانونی و بعضی ها نیمه قانونی بودند. کار به چه صورت بود؟ انجمن یا حزبی را تأسیس و بعد برای ثبت آن به وزارت دادگستری مراجعه می کردند. درخواست و بیانیه را ارائه می دادند، کارمند مربوط آن را مهر می کرد ولی اطلاعیه ثبت انجمن معمولا هرگز ارسال نمی شد. به هر حال مدرکی در دست طرف بود که برای قانونی کردن انجمن یا سازمان اقدام کرده است. همیشه می توانست به امنیتی ها بگوید منتظر جواب اداره هستند. بازت چند روز پیش از آغاز موج وسیع دستگیری ها صحبت می کردم. او که نمیدانست چند روز دیگر چه رخ خواهد داد. می گفت این اواخر فشار و سرکوب سبکتر شده است. کوبا حدود دویست نفر زندانی سیاسی داشت که در عرصه جهانی چندان سرشناس نبودند. کار بسیاری از مخالفان به زندان نمی کشید. گاه از کار اخراج می شدند اما این هم یک قاعده کلی نبود. کتک زدن هم گاه در کار بود حتی شکستن دست ولی این خشونت ها را هم نمیتوان روشی روزمره به حساب آورد مطبوعات رسمی به ندرت چیزی درباره مخالفان رژیم می نوشتند گاهی در پایین صفحه ما قبل آخر گرانما ما اشاره بود خود کاسترو فقط یک بار به وجود مخالفان انقلاب در کوبا اذعان کرد و آنها را جاسوسان مزدور امپریالیسم آمریکا نامید اصل نانوشته بازی میان اپوزیسیون و قدرت حاکم این بود شما کرمها در خانه ها می و توطعههایی هایی می چینید ولی وای به حال کسی که به خیابان می آید. معلوم بود که اگر مخالفان تظاهرات خیابانی سازمانی می دادند، حکومت آنها را خفه می کرد. تنها مورد استثنایی پروژه وارلا یعنی پروژه تغییرات در قانون اساسی بود که برگزاری انتخابات آزاد را امکان پذیر می سافت. اسوال دو پایا و همفکرانش توانستند ده هزار امضا زیر آن جمع کنند اما این فعالیت ها نیز در خانه ها صورت می گرفت نه در خیابان ها و چون بلای سر کسانی که امضا جمع می کردند نیامد پایا تصمیم گرفت برای حفظ بسیج اجتماعی گردآوری امضا را ادامه دهد درخواست را چه کسی امضا می کرد همه کس از استادان دانشگاه گرفته تا کارگران در شهرستان ها وضع بدتر بود مردم بیشتر واهمه داشتند سازمان امنیت ممکن بود امضا جمکان را بگیرد و ببرد سی کیلومتر خارج از شهر شهرستان یا روستا وسط بیابان رها کند احتمال داشت آدم را به جرم مقاومت در برابر معمور دولت هنگام بازرسی خانه محکوم کنند کافی بود بگویی که حق ورود و بازرسی را ندارد این را به عنوان مقاومت در برابر قانون تلقی میکرد مقرراتی را وضع کردند تحت عنوان فعالیت های غیرقانونی که طبق آن همه چیز می غیرقانونی به حساب آید. مجلس متمم قانون اساسی را به تصویب رساند که سخن از برگشت ناپذیری سوسیالیسم می کرد. تلویزیون سه روز پی در پی جلسات مجلس را پخش می کرد که در جریان آن این تصمیم دورانساز اتخاذ می شد. دولت به این مناسبت تعطیل عمومی اعلام کرده بود. من، زد، این روزها را کنار دریا گذراندم که قلقله بود کسی آن نمایش مزهک را تماشا نمی کرد معلوم شد دیگران هم مثل خود من چندان ایمانی به سوسیالیسم نداشتند. میان اپوزیسیون دشمنی های شدید ایجاد می شد اعتلاف همه با هم به ریاست دموکرات مسیحی اسوالد پایا با تشکیلات رقیب جمعیت خواستاران جامعه مدنی درگیر بود رئیس جمعیت مارتا بیاتریس روگ عقیده داشت که پروژه وارلا به دیکتاتوری مشروعیت میبخشد چون برای انتخابات آزاد در چارچوب قوانین توتالیتر مبارزه میکند گروه میانه روی دیگری موافق گفتگو با قدرت بود و به لحاظ تاکتیکی زیر پروژه وارلا را امضا نکرده بود هرچند از آن پشتیبانی میکرد به سختی میتوان از تفاوتهای بارز ایدئولوژیکی میان گروه های اپوزیسیون صحبت کرد زت میگوید که تفاوتها گاه جنبههای شخصی و جاهطلبانه داشتند چه بسا آنچه آنها را واقعا از هم متفاوت می کرد نحوه برخوردشان با آمریکا و مهاجران مقیم میامی بود برای مثال اسوالدو همواره عقیده داشت که در دوران بعد از کاسترو کوبایی هایی که در جزیره مانده اند باید رأی تعیین کننده در مورد نظام جدید داشته باشند نه مهاجران او به علاوه بیش از مارتا بیاتریس از سیاست آمریکایی حصر اقتصادی و تحریم کوبا انتقاد می‌کرد. در پی موج بازداشت‌ها ها و صدور اولین احکام زد سه علت ظاهری سختگیری ها و سفت کردن پیچ ها را از راه های غیر مستقیم برایم به ورشو ارسال کرد. امضاها عراق پنج زندانی در آمریکا. امضاها ده هزار امضا آن هم در شرایط کوبا موفقیت بزرگ اپوزیسیون محسوب می شد. پیامد این اقدام بزرگ این بود که برای نخستین بار پروژه تغییرات دموکراتیک در قانون اساسی به پارلمان نمایشی ارائه گردید و اسوال پایا جایزه معتبر حقوق بشر آندره ساخاروف را دریافت کرد. حلقه تنگ ترس شکاف برداشت. فعالان جمعآوری امضا را ادامه دادند و مردم در کوچه و بازار آشکارا زبان به انتقاد از رژیم گشودند. عراق آغاز جنگ در عراق در مارس 2003 و سرنگونی صدام حسین به کاسترو امکان داد تا پا بر گلوی مخالفان بفشارد. چشم و گوش جهانیان متوجه بغداد بود و فیدل فکر میکرد هیچ کس توجهی به سرکوب های تازه در جزیره کوچک نخواهد داشت. پنج زندانی در امپراتوری یک سال پیش از این دادگاهی در آتلانتا پنج فرد کوبایی را به اتهام جاسوسی محکوم به حبس ابد کرده بود. در هاوانا و بر سر راه های بیرون از آن تابلوهای عظیمی با تصاویر پنج قهرمان در بند نصب شده بودند. ی رواج یافت که فیدل در صدد از زندانیان اپوزیسیون را با آن پنج نفر مبادله کند. فرضیه و فرضیه ها منتها واقعا به سختی می توان فهمید که چرا کاسترو پیچ ها را شلو سفت می کند. پیش از دیدار پاپ ادعی را زندانی می کند تا بعد بتواند در پاسخ به درخواست او بزرگوارانه آنها را آزاد کند. کاری مزهک و غیر اخلاقی که فقط در منطق دیکتاتوری می گنجد. جارو جنجال در اطراف ربودن الیان گونزالس کوچولو توسط مافیای میامی نیز صرفاً در منطق کاسروئیس قابل درک بود. سال پایانی قرن بیستم بود. دیکتاتوری شور و حرارت خود را از دست میداد. ضعف و پجمردگی پیری آن را از درون میفرسود. لازم بود روحی تازه و انقلابی به کالبد توده ها دمیده شود. باید مردم به خیابان ها کشانده می شدند. آن هم به خاطر موضوعی موجه و معتبر. گویا فیدل از ماها پیش دنبال راه حل می گشته که ناگهان معجزهی رخ میدهد. یعنی در واقع از دریا میآید. مادری پسر شش سالش الیان را با خود برده بود تا با کلک به سواحل فلوریدا برساند. مادر غرق شده بود الیان معجزه آسان نجات یافته و پدر در کوبا مانده بود. چه کسی حق هزانت از بچه را داشت؟ پدر واقعی یا امه و خاله های خائن به میهن و انقلاب؟ گروه های ضد کاسترویی به زبان و تبلیغی مافیایی میامی به مبارزه علیه پس فرستادن الیان به کوبا پیوستند. حالان که بسیاری از مردم کوبا در واکنشی صمیمانه خواستار بازگشت پسرک و سپردن او به پدرش بودند کسانی نیز بودند که شعار قافیهداری را تکرار میکردند الیان دوست خوب مرا هم با خودت ببر گذشته از این همه معلوم نبود چرا فیدل یک روز اجازه میداد رستوران های کوچک را باز کنند چند ماه بعد دستور میداد درشان را ببندند و دوباره بعد از چند ماه به آنها اجازه کسب و کار میداد هیچ کس نمیدانست چگونه منطقی پشت این تصمیم ها بود پیچ و خم اندیشه ها و تصمیم های آن دیوانه عینا خطوط هیروگلیف بود